با سلام به حاشیه نیوز خوش اومدید. لطفاً با لایک هاتون ما رو حمایت کنید. برباد رفته ی روسی فرصتی بزرگ برای ایران. در دهه 70 میلادی و آغاز طرح بزرگ توسعه نیروی دریایی شوروی در کنار 4 طرح رزمناو کایروف، رزمناو اسلاوا از نافشکن ضد دریایی آدلیوی 1 و نافشکن جنگ سطحی آدلیوی 2، طرح پنجمی در دهه 80 برای ساخت یک ناو محافظ چند منظوره نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این ناو محافظ تحت پروژه 12440 معرفی می‌شود، اما چندی بعد به خاطر مسائل سنگین اقتصادی آخر عمر شوروی طرح تعلیق می شود و در سال 1990 به عنوان یک رقیب مقایسه ای برای ناوچه موشک انداز گیپارد مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. اما طولی نمی کشد که عمر شوروی به پایان خود می رسد. در روسیه دو طرح گیپارد و گروم مجددا احیا می شوند، اما این بار گروم اصلاح تسلیحاتی می شود تا به نام پروژه 12441 شناخته نشود. قرار می شود گیپارد به عنوان یک ناوچه موشک انداز برای دریای خزر ساخته شود و گروم به عنوان یک ناو محافظ برای ناوگان شمال و دریای سیاه. دستور ساخت اولین ناو محافظ پروژه 12441 گروم در سال 1994 داده می شود. طراحی گروم را شرکت آلماز واقع در سن پترزبورگ انجام داده بود و ساخت اولین قرار بود در کاتلینگراد انجام شود. اما این ناو محافظ در زمان خود بسیار جاه طلبانه بود. این ناو محافظ از سیستم‌های تسلیحاتی و راداری استفاده می‌کرد که در آن زمان همگی فقط طرح بودند. هزینه توسعه کلی ناو محافظ گروم سر به فلک کشید و بر روی اقتصاد روسیه خراب می‌شود. اقتصادی که بعد از فروپاشی شوروی اصلاً وضعیت خوبی نداشت. از این رو روسیه طرح تولید ناو اول را به تعویق انداخت و در نهایت در 26/7/1997 در کاتلینگراد طی مراسمی ساخت اولین ناو محافظ پروژه گروم با نام نویک آغاز می شود. قرار بود این ناو محافظ 13 سال بعد و در 2010 به ناوگان نیروی دریایی روسیه تحویل داده شود، اما کند پیشرفتن شناور همانا و کند پیشرفتن طرح‌های موازی تجهیزات و تسلیحات آن همانا. در سال 2004 ناو محافظ تنها با پیشرفت بیش از 30% سازه و پس از آن به آب‌اندازی طرح ناو محافظ پروژه گروم بار دیگر به خاطر مسائل مالی تعلیق می‌شود و سازه ناو در کاتلینگراد رها می‌شود. حدود 2 سال بعد دولت روسیه رسماً اعلام کرد از ادامه پروژه گروم منصرف شده و این طرح به تاریخ پیوسته است. در سال 2007 شرکت کشتی سازی کاتلینگراد طرحی جهت تبدیل کردن سازه نو به یک شناور آموزشی را می‌دهد، طرحی که در سال 2008 قبول و نویک را به برودوینو تغییر نام می‌دهد و در حال اجرا قرار می‌گیرد. اما 4 سال بعد در سال 2012 بار دیگر ساخت و ساز بسیار آهسته برودوینو متوقف می شود. در واقع روسیه به طرح دیگر جهت آموزش جذب می شود. از سال 2012 تا حال حاضر سازه ناقص برودوینو در کاتلینگراد رها شده. در سال 2016 کشتی سازی کاتلینگراد اعلام کرد که برای باز کردن جای بیشتر سازه ناقص برودوینو را به عنوان آهن قرازه خواهد فروخت. پایانی شاید تلخ برای این ناو محافظ. اما واقعیت در این ماجرا وجود دارد. این شناور علیرغم اینکه یک ناو محافظ جاه‌طلبانه بود، در زمان خود ما به طرح بعدی ناو محافظ روسیه یعنی کلاس گریگوروویچ برتری‌های فاحشی داشت. فقط با نظری کوتاه به طراحی خلاقانه شناور و طیف تسلیحاتی آن و قیاسی با کلاس گریگوروویچ گواه این موضوع است. این شناور با داشتن 121 متر طول، 14 متر عرض و 9 متر آبخور تنها 2900 تن وزن داشت و با این حال به یک توپ 100 میلی‌متر توی دو منظوره AK-190 در سینه 4 مجموعه لانچر 8 سیلویی سامانه پدافندی ریدوت مجهز بود. این ناو محافظ در حوزه تجهیزات نیز به یک سونار توانمند توسعه یافته از سونار نصب شده در ناوشکن ضد زیردریایی آدلیوی 1، یک رادار سرچ آسمان و هدایت موشک پدافندی MR750، یک رادار سرچ سطحی، یک رادار هدایت MR123 جهت هدایت آتش توپ اصلی و سامانه دفاع نزدیک AK630M2 و سیستم‌های جنگ الکترونیک و اقدامات متقابل مجهز بود. این ناو محافظ همچنین در پاشنه یک اتاق پذیرایی بالگرد نیز جهت پذیرایی از یک بالگرد کاموف 27 دارد. این ناو محافظ امروزه نیز بسیار توانمند است. امروزه بسیاری از هزینه های این ناو محافظ شده است. سیستم های راداری و تسلیحاتی در مرور زمان توسعه یافتند و حتی بهتر از آنچه در طرح بود نیز موجود است. با این حال نویک برباد رفته ای دیگر بود که واقعا حقش نبود.
اما دلیل پرداختن ما به این شناور و مسئله اصلی تیتر چیست؟ در یک نظر به ناوگان سطحی کشور متاسفانه دارای نقاط ضعف و خلأهایی هستیم که دهه هاست پابرجا بودند، به خصوص حال که کشورهای همسایه در حال افزایش قابل توجه توان سطحی خود هستند. برای درک بهتر این مسئله شما را به خریدهای اخیر عربستان، پاکستان و پیشرفت‌های سریع هند در عرصه‌های دریایی هدایت می‌کنیم. پاکستان در حال حاضر به دنبال خرید 4 ناو محافظ از چین است. نوع آن مشخص نشده، اما احتمالاً تایپ‌های 54A و یا نسخه‌ای از آن است. و در طرف دیگر پاکستان از شرکای پروژه میلیگیوم ترکیه است. پاکستان قرار است از 4 ناو محافظ از پروژه میلیگیوم نیز به خدمت بگیرد که از 4 عدد یکی در ترکیه و 3 دیگر در پاکستان با انتقال تکنولوژی ساخته خواهند شد. عربستان سعودی نیز بیشتر ناوهای محافظ از فرانسه بر مبنای ناو محافظ جنگ سطحی لافایت خریداری کرده است و حال طبق قراردادی قرار است 4 ناو محافظ بر مبنای ناو سنگین گشت ساحلی فریدوم از ایالات متحده نیز دریافت کنند. متاسفانه ما در نبرد فراتر از آبهای سرزمین که از محدوده شمالی اقیانوس هند شروع می شود عملا فاقد توانمندی کافی می باشیم و این مشکل در حال تاثیرگذاری منفی بر توانمندی های ما در آبهای سرزمینی محدوده سواحل مکران، تنگه هرمز و خلیج فارس است. و با توجه به پیشرفت دشمنان فرامنطقه‌ای در زمینه تسلیحات دور ایستا و جنگ شبکه محور و به تبع تجهیز دشمنان منطقه‌ای از طریق خرید نظامی، این مشکل در حال حادتر شدن است و به زودی ما را به شدت آسیب پذیر می کند. به منظور حل این مشکل، علاوه بر توسعه تجهیزات و تاکتیک‌های جدید در محدوده آب‌های سرزمینی، باید خود را در آب‌های فراسرزمینی توانمند کنیم که شامل 2 بخش زیرسطحی و سطحی می‌شود. ما در بخش زیرسطحی پروژه‌های خوب فاتح و بعثت را داریم که باید هرچه سریع‌تر تکمیل و انبوه‌سازی شوند. در بخش سطحی نیز ما ناوهای محافظ کلاس جماران را داریم. ساخت ناو کلاس جماران دستاورد بزرگی برای ما محسوب می شود، اما نقاط ضعف آن غیر قابل چشم پوشی است و با ورود قریب الوقوع ناوهای جدید دشمنانی همچون عربستان سعودی و رقبایی همچون پاکستان، این نقاط ضعف پررنگ‌تر خواهد شد. به غیر از این که بعد از 20 سال از آغاز پروژه به دلیل کندی روند ساخت تنها 2 ناو تکمیل شده و 1 ناو دیگر در آستانه تکمیل شدن می باشد، از این رو 3 ناو جماران و سهند برای ناوگان جنوب می باشد. ناو جماران به دلیل ابعاد کوچک و طراحی نامناسب روسازه دچار مشکل کمی و کیفی تسلیحات است. در ناو سهند به عنوان نسل دوم کلاس جماران روسازه دچار تغییراتی مثبتی شده و بخش از فضای پرت در پشت دودکش تجمیع شده است که جای مانور بیشتر برای نصب تسلیحات به وجود می آید، اما کافی نیست و روسازه یک پله دیگر هم جای بهینه سازی دارد تا جایی که حتی می توان مجهز به آشیانه بالگرد شود. اما متاسفانه با در نظر گرفتن بهینه ترین حالت ممکن روسازه هم ناو توان لازم برای مقابله با ناوگان دشمنان و رقبا را به دست نمی آورد و ضعف در بخش پدافند نیز به قوت خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که در جهان از ناوهایی در ابعاد کلاس جماران انتظار پدافند قوی نمی رود و چتر پدافندی آنها را ناوهای بزرگتر دارای سیستم‌های پدافندی میان برد و برد بلند تامین می کند و به عبارتی این رده از ناوها در پناه و پوشش ناوهای بزرگتر عملیات انجام می دهند. در این صورت 2 سناریو در پیش رو داریم. اول این که یا ابعاد سازه کلاس جماران رو بیشتر کنیم که مستلزم باز طراحی سازه است. دوم این که یک سازه جدید طراحی کرده و بسازیم. این موضوع بخش نظامی و به ویژه ساخت ناوهای رزمی نیز مسبوق به سابقه است و کشورهایی وجود دارند که از توانایی فنی و رزمی کشورهای مطرح برای پیریزی و گسترش توان فنی و رزمی خود استفاده کرده و میکنند که میتواند شامل طرحهای بروز یا مشارکت در ساخت باشد و یا میتواند خرید طرحهای ناقص و یا کنسل شده باشد. با فروپاشی شوروی انبوهی طرح و تکنولوژی نظامی ناقص و تکمیل نشده در تمام بخشهای نظامی باقی ماند که چین و هند آن را به قیمت مناسب به دست آوردند و آن را پایه‌ای برای گسترش توان فنی و رزمی قرار دادند. سازه نویک در روسیه رها شده تا به عنوان آهن قرازه به فروش برسد، در حالی که میتوان آن را در کنار نقشه ها با قیمت مناسب خریداری کرد و حتی میتوان با همکاری مستقیم با کشتی سازی کاتلینگراد و سن پترزبورگ نه تنها آن را کامل کرد بلکه تعداد بیشتری در داخل کشور تولید کرد. حالا که با وجود یک عزم راسخ در نیروی دریایی کشور برای یک شناور بسیار توانمند همچون نویک، میتوان دست به ارتقای کوچکی نیز در ساختار تسلیحاتی پروژه گروم زد، یک تغییر ساختاری عملی و بسیار کوچک که این پروژه را قوی تر نیز می کند.